بریم به ترکیه، استانبول. لیلی نیکفر همکارم اونجا همراه من هست تا بیشتر جزئیات به ما بده. لیلی، یه مقدار از تو بشنویم. در همسایگی ایران که تقریبا 100 خورده هزار تا دوز واکسن بیشتر تزریق نشده، ترکیه به نظر میرسه که برنامه‌ریزی بهتری داشته. بیشتر به ما بگو. برنامه‌ریزی بهتر از این جهت حداقل نسبت به ایران داشت که پیش از سال 2021 میلادی ترکیه قرارداد خریدش رو با چین، با شرکت در واقع سینووک، این برای خرید سینووک، این قرارداد رو بست. قبل از 2 روز مانده به شروع سال 2021 ترکیه مقدار حدود 10 میلیون از این واکسن رو به انبارهای وزارت بهداشت این کشور وارد کرد، اما حدود 2 هفته طول کشید که آزمایش‌های داخلی لازم بر روی اون انجام بشه و از 14 ژانویه تزریق این واکسن آغاز شد. بر اساس آمارهایی که وزارت بهداشت ترکیه اعلام کرده، حدود 13 میلیون، یعنی بیش از 13 میلیون دوز از این واکسن تزریق شده، اما اینطور نیست که 13 میلیون نفر واکسینه شده باشند. 8 میلیون دوز، در واقع 8 میلیون نفر از افرادی که واکسینه شدن تنها دوز اول رو دریافت کردن و 5 میلیون از این دوزها برای کسایی بوده که دوز دومشون رو دریافت کردن. در واقع خیلی از آماری که منتشر میشه گفته میشه که در ترکیه حدود 14 میلیون نفر واکسینه شدن. این صحیح نیست. در ترکیه حدود 8 میلیون نفر واکسینه شدن که بعضی از این 8 میلیون نفر دوز دومشون رو هم دریافت کردن. اما اگر خب نسبت به ایران نگاه کنیم، این هست که حداقل ترکیه برای گرفتن واکسن‌های دیگری با کشورهای اروپایی هم رایزنی کرده. گفته شده که از شرکت فایزر، واکسن فایزر در روزهای آینده اولین محمولش وارد ترکیه خواهد شد. قراره که خب 5 میلیون دوز هم از فایزر بیاد، با توجه به اینکه چین بعد از یک زمانی اعلام کرد که این واکسن چینی رو در کشور خودش به کار خواهد گرفت و این باعث شد که در واقع موجودی انبارهای وزارت بهداشت ترکیه کاهش پیدا کنه. بر اساس اونچه که در واقع رئیس انجمن پزشکان خانواده ترکیه آقای امراه کرمده اعلام کرده، این دوز، میزان دوزی که فعلا در ترکیه وجود داره کافی نیست و پزشکان معتقدن که اگر ما قراره که به یک ایمنی قابل قبولی دست پیدا بکنیم، باید در ماه دست کم 2 میلیون دوز، ببخشید در هفته 2 میلیون دوز واکسن تزریق کنیم که تا پایان سال بتونیم به حالت ایدئال برسیم. ممنونم از توضیحاتت لیلی. لیلی نیکفر همکارم که از استانبول همراه من بود.